سرخط خبرها. نشست فرمت مسکو با تاکید بر تشکیل حکومت فراگیر و تعمیل حقوق زنان در افغانستان پایان یافت. یکی از حامیان طالبان نامزد جایزه صلح نوبل شد. و کشته و زخمی شدن نو طالب در بگرام پروان. با سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به مهمترین خبرهای امروز 8 میزان 1402 که برابر است با 30 سپتامبر 2023. نشست فرمت مسکو با تاکید بر تشکیل حکومت فراگیر و تعمیل حقوق زنان در افغانستان پایان یافت. نشست فرمت مسکو برای افغانستان روز جمعه 7 میزان در شهر کازان روسیه برگزار شد. شرکت کنندگان این نشست در اعلامیه پایانی خود بر تامین حقوق آموزش و کار دختران و زنان، برابری جنسیتی و تشکیل حکومت فراگیر، یعنی مشارکت تمام اقوام در قدرت، تاکید کردند. نمایندگان ویژه و مقامات ارشد هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، ترکمنستان و ازبکستان، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و ترکیه در این نشست حضور داشتند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به عنوان مهمان دعوت شده بود. در اعلامیه پایانی این نشست آمده است که شرکت کنندگان از وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کردند. همه کشورهای شرکت کننده در این نشست تاکید کردند که هیچ پیشرفتی در تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان صورت نگرفته است. حکومتی که با ثابت‌دهنده منافع همه گروه‌های قومی سیاسی در این کشور باشد. اشتراک کنندگان خواستار احترام به حقوق اساسی و آزادی‌های مردم در افغانستان از جمله حقوق برابر برای کار، تحصیل و عدالت بدون در نظر گرفتن جنسیت، قومیت و مذهب شدند. آنان گفتند ما بر نگرانی‌ها درباره ممنوعیت کار برای زنان و تحصیل برای دختران تمرکز کردیم و خواهان آن شدیم که زمینه آموزش مدرن مطابق با معیارهای بین المللی در مکاتب فراهم شود. نشست فرمت مسکو در حال برگزار شده است که تبعیض سیاسی، قومی و مذهبی در زیر سیطره حاکمیت طالبان ادامه دارد و این روند همزیستی مسالمت آمیز میان اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان را متاثر کرده است. پیش از این نیز در دو نشست دیگر در سازمان ملل، سیاست‌های گروه طالبان علیه زنان و دختران افغانستان مصداق آپارتاید جنسیتی تلقی شده بود. یکی از حامیان طالبان نامزد جایزه صلح نوبل شد. هنریک اوردال، مدیر مؤسسه تحقیقات صلح اسلو، اعلام کرد که نام محبوبه سراج در فهرست نهایی نامزدان جایزه صلح نوبل شامل است. او افزود که امسال محتمل ترین برندگان این جایزه فعالان حقوق بشر هستند. خبرگزاری رویترز روز جمعه 7 میزان گزارش داد که در فهرست نهایی نامزدان جایزه صلح نوبل، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، الکسی ناوالنی رهبر مخالف در روسیه نیز قرار دارند. انستیتوت تحقیقات صلح اسلو از حامیان گفتگو با طالبان است و توجه جهان به وضعیت وخیم بشری در افغانستان را مهم می‌داند. شمولیت نام محبوبه سراج در فهرست نامزدان جایزه صلح نوبل پیش از این با واکنش‌های گسترده در میان کنشگران حوزه زنان در افغانستان مواجه شده بود. پیش از این جنبش‌های زنان معترض افغانستان با انتشار بیانیه‌ها و ویدیوهایی از نامزد شدن خانم سراج انتقاد کرده و او را لابی طالبان خوانده بودند. محبوبه سراج از نوادگان عبدالرحمن است. او از دکتر عبدالستار سراج به حبیب الله و از حبیب الله به عبدالرحمن وصل می‌شود. جمیله طرزی مادر محبوبه سراج است. مادر عبدالستار سراج خانمی است به نام صورتی، مشهور به بیگم شغنانی. خانم بیگم یکی از صدها کنیزی بود که حبیب الله خان داشت و عبدالستار سراج یعنی پدر محبوبه سراج در واقع پسر کنیز حبیب الله خان است. به نظر آگاهان، خانم سراج با این اصل نسب همواره تلاش کرده است که زیر پوشش حمایت از حقوق زنان افغانستان برای طالبان لابی کند. خانم سراج در مصاحبه با فارین پالیسی گفته بود پس از 18 ماه بیرحمی جهان وقت آن رسیده است که به طالبان گوش سپرده شود. به نظر خانم‌های فعال، خانم سراج در آن مصاحبه از طالبان حمایت کرده است، زیرا سخن او چنین معنا می‌دهد که طالبان شایسته حمایت جهان است و باید با آنها تعامل صورت بگیرد. او باری در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفته بود که عبدالرحمن برای اینکه بتواند یک حکومت مرکزی به میان بیاورد دست به قتل عام زد و برای عبور از حکومت‌های ملک و طوایفی چاره‌ای جز آن نداشت. سخنان خانم سراج چنین معنی می‌دهد که تشکیل یک دولت مهم‌تر از خون انسان‌ها است و اگر کسی با سر نیزه بخواهد حکومتی را استوار کند، حتی با قیمت نابودی یک قوم و خون انسان‌های بیشمار، باز هم جواز دارد. فعالان حقوق زن می‌گویند که خانم سراج اکنون در حال آزادانه و بدون کمترین محدودیت در افغانستان زندگی می‌کند که سایر زنان به صورت کلی خانه‌نشین شده‌اند. ندا پروانی و جولیا پارسی از زنان معترض است
است که طالبان چند روز پیش آنها را همراه با خانواده‌هایشان عده بودند. عجیب نیست که سایر زنان تا سخنی از حقوق زنان و حقوق بشر بر زبان بیاورند توسط طالبان دستگیر و زندانی می‌شوند. اما خانم سراج با موهای نمایان راست راست می‌گردد و هیچ مزاحمتی نمی‌شود. این در حالی است که طالبان جدیداً حتی دختران صف اول تا ششم را نیز مجبور به پوشیدن نقاب کرده است. کشته و زخمی شدن نو طالب در بگرام پروان. جبهه آزادی در برگه یکسش خبر می‌دهد که در نتیجه حمله این جبهه بر قرارگاه گروه طالبان در شهرستان بگرام 5 تن طالب را کشتند و 4 تن دیگر را زخمی کردند. بر اساس نوار تصویری که جبهه از این حمله به نشر رسانده نشان می‌دهد که شام ششم میزان حمله از دو جهت بر قرارگاه طالبان انجام شده است. به گفته جبهه در این درگیری یک ساعته بر مبارزان آزادی آسیبی نرسیده است و یک میل سلاح M16 آمریکایی نیز به دست چریک‌های این جبهه افتاده است. در یک ماه اخیر این 11مین حمله پرتلفات جبهه آزادی بر طالبان است. با سپاس از اینکه تا این دم با ما بودید. برای حمایت از ما این کانال را سابسکرایب کنید. تا درود دیگر، بدرود.